بله، عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایی که دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. با تحلیل هفتگی بازار بورس در خدمت شما هستم. منتظرم که پژمان النجری عزیز هم به ما ملحق بشه تا بتونیم که گفتگوی در واقع هفتگی خودمون رو آغاز کنیم و یک نگاهی داشته باشیم به تغییر و تحولات بازار بورس در یکی دو هفته گذشته. عرض ادب دارم خدمت دوستانی که همراه ما هستن، بهتا جان، رضا جان و دوستانی که جناب زهره نسب و دوستانی که همراه ما هستن. عرض کنم خدمتتون که بله، منتظر هستم که پژمان هم به ما ملحق بشه. امروز تا جایی که میدونم 18 فروردین ماه 1403 هست و 6 آوریل 2024، و عرض کنم خدمتون که هفته گذشته سعادت نداشتیم در خدمتون باشیم، این هفته حتما در خدمتون هستیم و منتظرم که پژمان هم به ما ملحق بشه. دوستان محبت کنید سوالات خودتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید تا وقتی که در واقع پژمان جان ما ملحق شد بتونم که سوالاتتون رو حتما بپرسم و به قول معروف یک آمادگی داشته باشیم. بله، پژمان هم به ما ملحق شد، میریم که سوالات در واقع برنامه امروزمون رو شروع بکنیم. بله، عرض کنم خدمتتون که من از دوستان خواهش می‌کنم وقتی سوالات رو محبت می‌کنیم مطرح می‌کنیم حتما به سکتور و اون بازاری که هستش حتما اشاره کامل بفرمایید. عرض ادب دارم پژمان جان، خدمتتون. خوبه؟ سلام با آبتین افشار عزیز، دوست خوبم. بعد از مدت ها، حالا دو سه هفته گپ بود بین دیدار من و شما، امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت باشین. فداتون بشم، پاینده باشین، مرسی. عرض کنم خدمتتون که پژمان جان، بله، هفته گذشته سعادت نداشتیم در خدمتتون باشیم، این هفته در خدمتتون هستم. میرم سراغ سوالات و البته از شما اینطوری میخوام بپرسم که امیدوارم در هفته گذشته و این دو هفته که ندیدمتون روزگار به کامتون باشه. البته ما پیشاپیش سال نو رو تبریک گفتیم در برنامه گذشته، ولی خب یه بار دیگه هم تبریک میگیم خدمت عارضم که پژمان جان، چه گذشت در دو هفته گذشته؟ اینطوری فکر کنم بحث امروزمون رو شروع بکنیم بهتر خواهد بود که تغییر و تحولات و بازار در این دو هفته گذشته به چه شکلی بود. اگر یک اشاره‌ای بهش بکنیم ممنون خواهم بود تا بریم در واقع سوالات دوستان رو بشنویم. بفرمایید. بله بله، منم حالا من به هم دیگه با متن تبریک گفتیم، ولی خب منم به همه دوستان تبریک میگم، به شما همینطور، سال نو خورشیدی رو، و این دو هفته که برنامه داشتیم علتش هم همین خاطر بود. هفته پیش که حالا سال نو بود، هفته پیش هم خورده این طرف اون طرف گشت و گذار بود، ولی این هفته گفتیم حتما در خدمتتون با همه دوستان بیننده و شنونده این ویدیوها باشم. توی دو سه هفته گذشته من با اطرافی که صحبت میکردیم توی کانال یوتیوب خودمون، توی گروه های خودمون، من هرچی صحبت میکردم که بچه ها مارکت خیلی زیاد بالا رفته و یه خورده به قول این طرفی ها فراستی شده، یعنی اینکه یه خورده یعنی کیک و خامک زیاد شده. حالا اگه بخوایم یه جورایی ترجمه بکنیم، ترجمه این طرفی کنیم، یه خود خامه زیادی آورده دیگه، یه خود باید یه خورده از این مقدار شیرینیش یه خورده کاسته میشه تا به معمولیت خودش برگرده، یعنی مارکت معقولی بشه. من امیدوار بودم که اتفاق مارچ بیفته، خیلی منتظر شدم که اوایل مارچ اتفاق بیفته، نیفتاد باستن به خاطر انقلاب هوش مصنوعی که ما داریم بیریم جلو در این انقلاب هستیم و این در ابتداش هستش، ما فقط ابتدای انقلاب هوش مصنوعی هستیم. ولی خب به نظر میاد که یواش یواش که الان ماه آوریل میرسیم و بعد ماه می، یه خورده حداقلش اینه که از اون رشد فزاینده که 3 ماه اول کاسته بشه. در حقیقت ببینید اون 3 ماه اول سال 2024 بهترین 3 ماهه اول سال بازار بورس بوده از سال 2019، از 5 سال پیش، و خب خیلی خیلی عالی بود دیگه. مارکت با سرعت زیادی، مخصوصا مگنیفیسنت 7 یا همون 7 شرکت بزرگ آمریکایی، و حالا به طور خاص شرکتایی که در زمینه هوش مصنوعی کار میکنن شدیدا بالا رفتن و رکوردهای بی سابقه رو گذاشتن. باید یه خورده محتاط‌تر باشیم در این روزایی که حرکت به سمت بالا خیلی شدید شده و
بازار خیلی بالا هستش با توجه به نرخ بهره، و من همیشه بچه ها گفتم که یه خورده اوضاع محتاط تر باشه، اجازه بدیم که شروع کاهش نرخ بهره شروع بشه، بعد قضاوت بهتری روی بازار داشته باشیم. اما در کل مشکلی نیست، چون در کل بازار بالا میره در کل، ولی کسی میخواد یه خورده پایین تر بخره میتونه مثلا یه خورده بیشتر صبر بکنه، یه خورده کمتر الان در بازار خرج بکنه. خیلی متشکرم از این توضیحتون. من از دوستان خواهش میکنم که اگر سوالاتی دارین لطفا سوالاتتون رو بنویسین در قسمت کامنت ها، و حتما اشاره بکنیم به سکتور مد نظرتون. گاهی وقتا این در واقع سیمبول هایی که شما یا این در واقع حروفی که در می نویسیم شاید ما ندونیم متعلق به کدوم سکتور و کدوم کمپانی باشه. بعضی از این کمپانی ها شناخته شده نیستند یا شاید هم حضور ذهن نداشته باشیم. فرمانبرد اشاره به سکتور کمک میکنه که شاید بتونیم یادمون بیاد، یا اینکه در ارتباط با اون سکتور بتونیم اطلاعاتی رو به شما در واقع از پژمان‌جان دریافت بکنیم. من یکی دوستان سوال پرسیده خانم لیلی، ولی اگر اشتباه نکنم، ولی قبل از اون چون در تلگرامی که دوستان از من سوال کردن، من این رو چون کانسرن خودم هست ازتون میپرسم. نه سکتور تسلا رو میدونم، بعد اون منظورم راجع به در واقع دوستان دیگری است که در برنامه همیشه در برنامه ما این رو اشاره میکنیم، چون گفتی سکتور تسلا رو میدونم، نه ماشین های برقیه. بله عرض کنم خدمتتون که سوال اولم میخوام این باشه که آیا تنش های خاورمیانه بر بازار مالی تاثیر داره؟ این تنش‌هایی که بالاخره الان چند ماه ما می‌بینیم که جنگ غزه هست، شاید نزدیک خاورمیانه جنگ 3 ساله روسیه و اوکراین هست، از طرف دیگه درگیری‌هایی که در منطقه پیش میاد خصوصا در ایران با کشورهای دیگه، خوب با اسرائیل و اینها به نظر شما در بازار بورس و سرمایه‌گذاری جهان و آمریکا تاثیر داره و ما ایرانی‌ها آیا از این در واقع تحت تاثیر این قرار خواهیم گرفت؟ اینو بفرمایید تا بریم سراغ سوالات بعدی. ببینید تأثیر که نمیشه اصلا نداشته باشه، تأثیر در یک سری بازار قطعا داره، مثلا رو بازار نفت تأثیر داره، نفت قیمتش خود بالاتر اومده، در بازار طلا تأثیر داره، و به تبع ترس از جنگ فراگیر توی خاورمیانه طلا رو میبره بالا یه خورده، و الان طلا در بالاترین رکورد خودش هست. الان قیمت طلا رو شما هر اونس یک اونس طلا رو شما اگر چک بکنید تقریبا که تحقیقا در بالاترین نقطه تاریخ خودش قرار داره. برای این طلا خب تحت تاثیر قرار گرفته، یه سری از پولا به جای اینکه مثلا وارد بازار بورس بشه یا وارد مثلا بازار باند این حرفا بشه، میاد به سمت بازارهای مثل طلا، مثل نفت، به اینا وارد بشه. اما تاثیر شگرفی بگیم بخوام داشته باشه، فقط در این صورت تاثیر شگرف داره که با آمریکا وارد یک جنگ فراگیر بشه و نیرو اعزام بکنه یا از اینجور اتفاقا بیفته، ولی به اون صورت نه. ببینید جنگ روسیهش که با اون عظمتش بود و یعنی روابط روسیه با اروپا کاملا تیروتار شد، با آمریکا کاملا تیروتار شد، اونقدر تاثیر رو بازار بورس آمریکا نداشت. و اگر ببین بچه ها، حالا اگر حالا من نظر بینندگان رو به این مسئله جلب میکنم، ما برنامه قبلی هم با آفتین صحبت میکردیم راجع به این قضیه، راجع به تاثیر جنگ و حالا خیلی میترسن این صحبت ها. ببینید برنده نهایی، من هم واقعا با بچه ها صحبت میکردم، حرفم همین بود، برنده نهایی کی بود؟ برنده نهایی آمریکا بود. شما نگاه بکنید الان از سال 2022 تا الان آمریکا بهترین مهار تورم رو داشته، اقتصاد آمریکا اصلا وارد رکود نشد که هیچ جی دی پیش که تولید خارج داخلش بشه رشد داشت، و هنوز هم کانادا رشد داره با وجود که نرخ برش به سمت بالا رفته. در حقیقت اقتصاد آمریکا الان برای کشورهای پیشرفته، حالا کشورهای درجه دو در حال توسعه اونجوری چیزا رو ساده نمی‌کنم، درجه دو منظورم از نظر اقتصادیه، تو همه کشورهای متمدن، تو همه کشورهای جهان اول آمریکا الان مورد چی میگن ابتدای همه این که کشورها هستش، از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر رشد اقتصادی و قدرت اقتصادی. و
این جنگ روسیه باعث در نهایت به نفع آمریکا هم تمام شد، به جای اینکه اون نفت، به جای اینکه محامل های انرژی از روسیه خریده بشه، از آمریکا خریده میشه با پول بیشتر، با هزینه بیشتر، آمریکا اسلحه بیشتری علی خیلی همش ببین توی کنگره صحبت میکنن اما ما پول بفرستیم به اوکراین، من کمک از جیب آمریکا پول میره، نخیر اینا حساب کتاب داره، اسلحه میفروشن، بلک راک میره سرمایه گذاری میکنه، خب به تبع سالهای سال کشوری مثل اوکراین رو در مورد تحت قرض خودش قرار میده و اینجوری نیستش که مثلا رایگان برای کاری انجام بدن برای کشور دیگه. در نهایت تمام این جور چه مسائل به نظر من برای قدرتمندها طراحی شده و در نهایت اونا هستن که پولدار میشن و در کل بازار بورس آمریکا به نظر من تأثیر اونچنانی روش نخواهد داشت. متشکرم از این پاسختون. من سوال خودم رو در پایان خواهم پرسیدم و سوالات دوستان رو بپرسم. هم در تلگرام از من پرسیدن، هم دوستی در مورد در واقع این پرسیدن که بذارین از سوالشون اینطوری بپرسم، نظرتون در مورد خرید تسلا چیه؟ خوبه که بخریم؟ در تلگرام پرسیدن که نظر شما در مورد تسلا و گوگل چیست؟ و همچنین دوباره پرسیده شده که بله راجب تسلا و گوگل و اینکه آیا در واقع زمان خوبی برای خرید اینها هست به نظر شما، نظرتون رو بفرمایید. بله من تسلا رو خودم دارم، هم تسلا هم گوگل رو دارم. اگه یادتون باشه یکی از دوستان اومده اینجا آپشن خریده برای گوگل، یه خوردم حالا قیمتش شیم یه ماه پیش رفته بود پایین به سر 40 رسیده بود، نگران بود. من تو همان برنامه هم خدمتتون عرض کردم که گوگل مرگ نداره، پول نقدش بالاترین پول نقد هستش، کشی که الان گوگل در دسترس خودش داره در از تمام شرکت های مگنیفیسنت 7 بالاتر هستش و خیلی مشخصه وقتی یه شرکتی میاد در یه زمینه مثل هوش مصنوعی ترای میکنه، یه سری سرمایه گذاری انجام میده، قرار نیستش که همون سرمایه گذاری اول دومش به موفقیت بیانجامد و سرمایه گذاری بزرگی نمیدونن. مردم عادی هستن که مثلا میگن بارد او نمیدونم این هوش مصنوعی جدید گوگل یه مشکل براش پیش اومد، پس حتما گوگل بعدش خراب میشه، یا مثلا فیسبوک نمیدونم یه لاسوت یک دعوای حقوقی داره تو اروپا، پس حتما فیسبوک زمین میخوره. ولی خب اونایی که سرمایه گذاری بزرگ میدونن که این گوگل با پول نقدی که داره اصلا، خب همین تسلا، شما همین اسپیس ایکس ببخشید، حالا اسپیس ایکس چقدر تلاش کرد، چقدر موشک به هوا فرستاد و نهایت موفق شد که توی مثلا ترای مثلا 5م 6م 8م 9م موفق شد که مثلا این موشکی رو به سمت هوا بفرسته، به سمت مدار زمین بفرسته و دوباره برگردونه به سالم که هزینه‌های فضایی رو کاهش بده، هزینه‌های ارسال‌های فضایی و سفرهای فضایی رو کاهش بده. و با گوگل هم همین، گوگل اتفاقی افتاد این بود که اومد با مایکروسافت با اپل قرارداد بست که اپلیکیشن هوش مصنوعی گوگل روی به صورت اپلیکیشن رسمی هوش مصنوعی اپل در بیاد. اپل در این زمینه به صورت سرمایه گذاری نمیکنه، گوگل سرمایه گذاری میکنه. بازی برد برد هستش، گوگل به پول زیادی به اپل میده روی این قضیه و از این طرف خب هوش مصنوعیش بیشتر معروف میشه به نسبت در حقیقت همون رقابتی که دارن با مایکروسافت و چت جی پی تی. به نظر من خب بدیدی که گوگل الان سر 30 خورده اومده بالا، الان سر 52 سر رسیده، برگشته به نقطه اوج خودش و از اینم بالاتر خواهد رفت. تسلا هم همینطور دوستان، تسلا هم من دارم، قیمت هدفم برای تسلا خیلی بالاتر از قیمت هاست، بنظرم قیمت خیلی خوبیه. اگر پول جدید به بازار تزریق کردید، خب حالا ممکنه بپرسید تسلا چرا افتاده پایین؟ به خاطر اینکه تسلا کلن سکتور ماشین برقی به خاطر یه سری هایپ هایی که راجبش ایجاد شده بود، یه سری از اونها که خیلی خیلی امیدوار بودن که سریع نتیجه بگیره سکتور ماشین برقی، یه خود ناامید شدن چون میدونن که خود بیشتر طول میکشه. قطعا باید زیر ساخت های مربوط به ماشین برقی تولید بشه که مردم بتونن سفرهای بین شهری داشته باشن و و و. ولی خب تسلا سرمایه گذاریش خیلی عظیم تر. من یه برنامه مجزا میطلبه که راجب تسلا صحبت بکنم. یکی از اتفاقا حالا من بچه‌ای که علاقه مندم به سهام تسلا و شاید تو این برنامه وقت نشه، یه بابایی فکر کنم یکی از ایرانی های نسل دومی باشه، اسم فرزاد فکر کنم اینجا متولد شده باشه، ولی هم قیافاش هم اسمش که 100 درصد ایرانی مثل شبیه خودمونه. و خب ایشون یه کانالی داره که اصلا فقط راجع به تسلا صحبت میکنه و اگر به ویدیوهای ایشون نگاه بکنید دقیقا براتون توصیه میده با صورت فنی
که چرا تسلا چه سرمایه گذاری هایی داره انجام میده و چرا سرمایه گذاری مناسبی میتونه باشه و چه چیزهایی از دید من و شما پنهان هستش که سرمایه گذاری زیرک میتونن از این نکات استفاده بکنن و سرمایه گذاری کنن روی تسلا. خیلی متشکرم، مرسی. دوست عزیزی که فکر کنم در مورد گوگل پرسیده بودم قبلا هفته گذشته، فکر کنم همین حمید عزیزمون بود که اتفاقا نوشته من اومدم و خوش اومدی حمید جان، اتفاقا من منتظر بودم که شما تشریف بیارید. بله، من سوالات دوستان رو بپرسم، کلی هم سوال پرسیدن. نظرتون راجع به سهام زوم چطوره؟ الان تقریبا 1/10 قیمت اوجش هست. این رو رضا زارنصب عزیز از دوستان که در همیشه در برنامه ما حضور دارن پرسیدن. بفرمایید پسون چه سری بگم روی زوم. قط ببینید دقت بکنید، این قیمت اوج زوم احتمالش که برسه خیلی کم هستش، خیلی خیلی کمه، برای که اون قضیه مال هایپ سال 2007 پندمیک بودش و اصلا منطقی نبود که زوم قیمتش اونقدر بالا بره. خب من یادم توی خود دوره پندمیک خیلی سود کشی کردم توی زوم، ولی بعدن که اومد پایین به نظرم رو قیمتهای 80-90-100 قیمت معقول تری هستش که زوم خریده بشه. من خودم زوم رو اتفاقا دارم، قیمت هدفم برای زوم چیزی بوده بین 100-110 دلار هستش. علت این که زوم افتاده برای که دارن سرمایه گذارا باید به این نتیجه برسن که یه چیزی هست به اسم داستان رشد، حالا ترجمه دارم میکنم گروث استوری. سرمایه گذارا از خودشون میپرسن که آقا گروث استوری زوم الان چیه. خب وقتی شما میخواید سرمایه گذاری کنید همیشه به آینده نگاه میکنید، همیشه سرمایه گذارا آینده نگاه هستن. اگر داست زوم چیز جدیدی برای ارائه کردن نداشته باشه، یعنی فقط همین نرم افزاری باشه برای ارتباط میتینگ و این حرفا، خب مایکروسافت تیمز هم داره این کار انجام میده، اتفاقا خیلی هم داره فراگیرتر میشه. زوم باید یه چیزی ارائه بده که سرمایه گذار امیدوار باشه که پول بیشتر توش بریزن که قیمت سهام بره بالا. یعنی چیز خیلی ساده هستش و الان زوم داره این رو معرفی میکنه با یه سری امکانات اضافی که داره ارائه میده، ولی الان دور هوش مصنوعیه، فعلا پول توی هوش مصنوعیه. شما وقتی دیگه 5% بهره میدی پرداخت میکنی، باید یه چیزی باشه که خیلی روش مطمئن باشی که سرمایه گذاری کنی روش. هوش مصنوعی الان اطمینان رو برای ملت فراهم کرده، یا انقلاب هوش مصنوعی که یه سری با انقلاب صنعتی مقایسش میکنن. این که مردم بیان پول تو چیزای دیگه بریزن که اونا هم خوب هستن، باید نرخ بهره کاهش پیدا بکنه. و دوستان خیلی خیلی ساده هستش، حالا زوم، چویی، خیلی چیزای دیگه که بچه‌ها میپرسن آقا چرا این نمیاد بالا اون نمیاد بالا، همشون داستانشون همینه. برای اینکه اونا بیاد بالا باید پول ارزون بشه. الان پول گرون ترین وضعیت خودش رو داره و با اقتصاد آمریکا که اینقدر قران به سمت جلو حرکت میکنه، فدرال رزرو به خودش میگه برای چی مثلا نرخ بهره رو بیارم پایین؟ وقتی 50% نرخ بهره رو ملت بستم، بازم کانسومر داره خرج میکنه، بازم اقتصاد داره جی دی پیش رشد میکنه. من اومدم بیام اقتصادو آروش بکنم، چرخش خود کنتر بکنم که تورم نره بالا، از طرف اقتصادو هیچ بلای سرش نمیاد. بنابراین دلیلی نداره به مصلحت به نرخ بهره کاهش بده خیلی زود، باید صبر بکنم که نرخ بهره کاهش پیدا بکنه. خیلی چکرم. جناب سپهر آقا سلطان پرسیدن که سلام، عرض ادب به احترام به آپتیم و پژمان عزیز، عرض ادب دارم خدمتتون. خواستم نظرتون رو در مورد، من اگر اشتباه تلفظ کنم پژمان جان شما من اصلاح بفرمایید، CRNC یا سرنس میخواستم بدونم. بله، سرنس هم از در همین کاتگوری هستش، از همین چیزایی هستش که سهامایی هستش که توی دوره پندمیک، وقتی حالا پس از پندمیک که اون که 2 سال قبل از قضای مراتب تورم خیلی رفت بالا، شرکت بسیار خوبی هستش، ولی باید نرخ بهره بیاد پایین. که شاید مثلا راسل 2000 راسل الان بین رومایه های 2000 و بین 2100 بین 2000 و 2100 قرار داره. شما اگر S&P رو نگاه بکنید، نه داو جونز رو نگاه بکنید، نزدک رو نگاه بکنید، سه شاخص اصلی آمریکا هستن، با بورس آمریکا هستن، اینا سمت اینا از آل تایم های خودشون خیلی بالاتر رفتن، اما راسل هنوز نرسیده. چرا؟ برای اینکه سرمایه گذار خیلی با محتاط داره عمل میکنه. سرمایه گذارهای اینستیتوشنال ها، کامپیوتری سرمایه گذاری که بانک های بزرگ که توسط کامپیوتر سرمایه گذاری میکنن، یکی پارامترشون پارامتر ریسکه. وقتی که ریسک از نقطه نظر نرخ بهره بالا باشه، این کامپیوتر به طور اتوماتیک میاد روی یه چیزی که خیلی خیلی مطمئنه سرمایه گذاری میکنه، انویدیا، AMD، انویدیا، همه چیزی که هوش مصنوعی باشه. برای اینکه این الگوریتم بیاد
یه چیز دیگه سرمایه گذاری کنه، باید اون پارامتر ریسک بیاد پایین که اون پارامتر ریسک همون نرخ بهره هستش. باید اینا بدونن که مطمئن بشن که برای اقتصاد هیچ مشکلی پیش نمیاد و بعد بیان سرمایه گذاری کنن روی سهام هایی که سهام های رشد برای شرکت های کوچکتر محسوب میشن. خیلی متشکرم. بر صورت این انقلاب هوش مصنوعی کلا ما درگیر انقلابیم دیگه، این انقلاب صنعتی و هوش مصنوعی این داستانا، ببینیم که به کجا میرسه، همه بازار رو متحول کرده. بل پرسیدن که سهام توییتر رو با چه اسمی باید سرچ کنم، میزنم ایکس اما پیدا نمیشه. توییتر شرکت خصوصی هستش الان، سهامش سهام الان به صورت عمومی ارائه نمیشه، شرکت خصوصیه. اوکی خیلی متشکرم. پرسیدن که رضا زار نصب بوده پژون جان، با توجه به رشد زیاد بازار سهام و اینکه تا چند روز دیگه هاوینگ بیت کوین هست و معمولا بعدش بازار کریپتو رشد خوبی میکنه، فکر نمیکنید بهتر باشه که امسال روی کریپتو سرمایه گذاری کنیم بهتر باشه؟ من روی کریپتو سرمایه گذاری کردم، اما روی کریپتوهای مخصوصی، دو تا کریپتو فقط، اتریوم و بیت کوین. سرمایه گذاری هم چجوری بوده؟ خیلی محتاطانه و محدود هستش. در حقیقت ابتدای هر ماه من یه ذره میخرم، مثل همون دالر کاست اوریجینگ هایی که روی نزدک انجام میدم، دالر کاست اوریجینگ هایی که روی داو جونز یا S&P انجام میدم، یه سر دالر کاست اوریجینگ. دالر کاست اوریجینگ هم من از سال 2022 اواخر 2021 شروع کردم، یه ذره بیت کوین میخرم، یه ذره اتریوم میخرم، اصلا مهم نیست برام قیمتش چقدر باشه، هیچ چیز دیگه نمیخرم، میم کوین و آلت کوین و هیچ چیز دیگه نمیخرم. علت خریدنم هم این نیستش که چیزی که داره میره بالا، علت خریدنم اینه که به نظرم مخصوصا اتریوم میتونه به بشر کمک بکنه، میتونن به ملت به جهان سود برسونه، به خاطر بحث اسمارت داکیومنت و قرارداد هوشمندی که اسمارت کانترکت معذرت میخوام، که میتونه در حقیقت به کل بشر کمک بکنه، یه چیز به درد بخوری هستش. فقط صرفاً این که یه چیزی که داره میره بالا من روش خرید انجام نمیدم. خیلی متشکرم. پرسیدن که خب گفتین که توییتر الان یه شرکت خصوصیه و سهامش به صورت عمومی ارائه نمیشه، گفتم پس کسانی که سهام های قبلی توییتر رو داشتن چه میشن؟ چیزی نمیشه، دارن میتونن داشته باشنش، بعد میتونن تو میتونن اونا رو میتونن میتونن بفروشنش، ولی خب کسی دیگه الان تو بازار جدید کسی نمیتونه توییتر بخره. چرا؟ یه جوری میشه توسط یه سری از توسط یه بروکرای خاصی که من که خب چون سرمایه‌گذار خرد هستم دسترسی ندارم بهش، ولی میتونن به دقیقه مثلا میتونید توی چی میگن کورپرات باند مارکت سرمایه گذاری بکنید، کورپرات باند مارکت که به جای اینکه باند، یه به جای اینکه اوراق بهادار دولتی باشه، اوراق بهادار شرکتیه، مثلا شاید بشه اوراق بهادار شرکتی شرکت اکس رو خرید، ولی الان در بازار پابلیک به توییتر یا اکس ارائه نمیشه. خیلی متشکرم. پرسیدن که نظرتون درباره سهام آمازون چیه؟ آمازون، گوگل، مایکروسافت و انویدیا، یعنی این چهارتا وقتی ما میگیم مگنیفیسنت 7، حتی الان دیگه مگنیفیسنت 7 هم نیست، مگنیفیسنت 4 هستش. الان این چهارتا هستن که فقط دارن میرن بالا، همه پول روی اینا هستش. S&P رو هم اینا کشیدن بالا. شما نگاه میکنید اپل اومده پایین، اومده پایین که نسبت آل تایم های خودش اومده پایین، نسبت به قرار 2022 خیلی بالاتره الان چه اپل و حالا حتی تسلا، ولی نسبت به اون قرار خودشون اومدن بالاتر، نسبت به ماکسیموم خودشون اومدن پایین تر. آمازون من البته داشتم، آخرین پوزیشن خودم رو فروختم، علت اینکه من فروختم برای این خاطر نبود که آمازون شرکت بعدی دیالا قرار افت بکنه، نه، علتش این بود که من به اندازه کافی الان در موارد دیگه سرمایه گذاری کردم، توی مگنیفیسنت 7 یا مگنیفیسنت 4 هم پول ریختم، یه خورده میخواستم پورتفولیوم سبکتر بشه، و چون این پوزیشن هم به سود رسید، 3-4 تا پوزیشن آمازون داشتم که تو پله های مختلف خریده بودم یا تو اکانت های مختلف خودم، آخرش که دیگه تو قیمت بالاترین قیمت ممکن خریده بودم، اون هم رسید به سود و اون رو هم فروختم. خیلی متشکرم، مرسی.
گفتن که AMD ریزش داشته به نظرتون، دیگه شرایط رشد رو نداره؟ حتما شرایط رشد داره. AMD پلن بی محسوب میشه، گزینه دوم محسوب میشه نسبت به انویدیا. اون قدرت انویدیا و اون قدرت چیپ هایی که انویدیا تولید میکنه قطعا فعلا هنوز به تکنولوژیش نرسیدن، ولی انقریبه که برسن. یعنی AMD رد پای انویدیا رو داره دنبال میکنه. خب حالا شما ببینید، دقت بکنید دوست من، که نگاه بکنید AMD از همین سال، از ژانویه سال 2024 تا الان چقدر رشد کرده؟ اصلا این 3 ماهه اخیر. باید به این فکر بکنید که اگر یه شرکتی بخواد با این نرخ بره بالا، خب در از 2 سال به کجا میرسه؟ یه موقعی هستش که یه سهام اینقدر خوب رشد میکنه، بعد چون تو بازار اسمش میفته، برای همه ما تبدیل به نرم میشه که این شرکت باید با همین رشد بره بالا، با همین سرعت بره بالا. هیچ وقت، یعنی هیچ وقت که نه، ولی تعداد افراد کمی هستن که بعد میگردن نگاه فهمو یه لحظه کن، بذار چی میگن outside the box نگاه بکنم، بذار بجای که به نمودار 2-3 روزه AMD نگاه بکنم، به نمودار 2 ساله AMD نگاه بکنم، ببینم تو 2 ساله اخیر AMD، اصلا 5 ساله AMD نگاه بکنم، تو 5 سال اخیر سالی چند درصد رشد کرده؟ اگر شما این نمودار نگاه بکنید، میبینی که سالی مثلا 45% AMD مثلا تو 2-3 سال اخیر رشد کرده. مثلا میگم سال 45% مقایسه بکنید با اوریج بازار که تو 100 سال اخیر 10% S&P هر سال رشد میکنه به صورت اوریج تو 100 سال اخیر. خب وقتی یه سهام 40% 4 برابر رشد میکنه سالانه، خیلی خوبه. تا همین الان سال 2024 نگاه بکنید، تو این 2024 AMD رشد وحشتناکی داشته. کاملا طبیعیه که یکی 2 ماه استراحت بکنه. حتی اگه تا آخر 2024 هم AMD هیچ رشدی نکنه، به نظر من رشد 2024 خودش رو خیلی بیشتر از اون چیزی که هرچش هم تا انجام داده. خیلی متشکرم، مرسی. پژمان جان، شما فکر کنم اگر اشتباه نکنم در حوالی ماه دسامبر شما یه پورتفولیوی منتخبی رو گفتین که این پورتفولیو فلان و اینها، و خب چه خبر از این پورتفولیوی که شما گفتین؟ یه مقدار در موردش توضیح بدین ممنون میشم. و در چه حالیه این الان؟ رو به رشد ثابت پایین اومده؟ بفرمایید. بله، من دسامبر همون موقع که فدرال رزرو اومد اون جلسه معروف گذاشت و یه دفعه مارکت از اون کف خودش کند رفت بالا، من همون موقع اومدم و یک پورتفولیو امون داستانش این بود که از بچه ها دو شما که میگی نمیدونم با ضرر نفروش، بیا الان مثلا من یه پوزیشنی خریدم مدت هاست در ضررم، باید مثلا چند سال صبر بکنم که این رو بیاد بالا. گفتم آقا باش ببین، من الان آمدم $10,000 فکر کنم اون موقع به بازار ترجیح کردم، $10,000 گفتم توی بزنگاه هایی به این صورت میشه روی سری از شرکت های خوب که مشخصه که به خاطر تصمیمات فدرال رزرو پایین هستن سرمایه گذاری کرد، سود اونا میاد، این ضرره که تو الان ضرر نقد نشده ای که تو روی این پوزیشن هستی رو خیلی زود خونسا میکنه. لزومی نداره که تو مثلا 3-4 سال صبر بکنه که اون پوزیشنت برگرده، میتونی با یه تزریق پول سریع، با یه تزریق پول به مدت زمان کوتاهی اون ضرر نقد نشده رو با سود نقد نشده خونسا بکنی. اگه خواسته میتونی بکشی بیرون پولت رو، اگه نخواسته میتونی بذاری باشه به عنوان سرمایه گذاری تدریجی. 4-5 تا آیتم بوده که آپشنه، یکی داکیو ساین بوده که چویی بود، یکی گوگل بود، یکی سی لیمیتد بود، یکی هم توی که این ویدیو هم هستش الان فراموش کردم، یه آیتم دیگه هم بود که پلنتیر بود فکر کنم. آره ولی اینو سوال آماده کرده بودم، ولی کوتاهی از منه، من باید می نوشتم اینها رو ازتون می پرسیم، چون الان اگه بخوام برگردم پیدا کنم این مقدار سخت خواهد بود. نه فکر کنم پلنتیر رو اگه اشتباه کنم، این ویدیوش هم من گذاشتم توی اون موقع 1000 خورده دلار از اون پوزیشن قدیمی توی ضرر بودم. توی ماه ژانویه این 1000 خورده دلار هم به خاطر رشد کلی بازار رسید به 600 خورده دلار ضرر. توی ماه مارس دوباره یه ویدیوی دیگه گذاشتم، ویدیوش هم پابلیکه، که این ضرره تبدیل شد مثلا به $50 ضرر. همین الان اگر من برم چک بکنم، این ضرره تبدیل به سود شده، تبدیل رفته توی سود. و من توی همون ویدیو هم گفتم که من اینا رو میخوام نگه دارم بذارم باشه. خلا نتیجه اخلاقی این داستان چیه؟ نتیجه اخلاقی این داستان اینه که دوستان نگاه بکنید،
باید به بازار به صورت ماکرو همیشه نگاه بکنید، از دید از بالا ببینید یه سری اتفاقات که داره میفته، چرا این اتفاق داره میفته، چرا اگر ببینید بازار پایینه چرا بازار پایینه، و بعد اون ریشه های افت رو پیدا بکنید، و بعد اگر دیدید اون ریشه های افت مرتفع شده، باید بتونید به بازار پورتفولیوی خودتون پول تزریق بکنید که بتونید از اون حرکات انفجاری بازار استفاده بکنید. و وقتی حرکات انفجاری صحبت میکنم، استفاده از سودهای 5 میلیون درصد در سال نیست، منظورم همین رشدایی که مثلا از ماه دسامبر یا از ماه نوامبر 2023 تا همین امروز 4 5 ماه بازار تقریبا 2 3 درصد هر ماه رفته بالا، هر ماه که میشه مثلا در عرض 5 ماه 4 ماه یعنی مثلا 20 درصد 25 درصد بازار رفته بالا. خب اینا رو میشه استفاده کرد وقتی که یه سری تصمیمات اینطوری گرفته میشه. به نظرم میشه این کار انجام داد برای اینکه یه خورده زودتر به اون اهداف مالی خودتون برسید، یه خورده زودتر مثلا اون پوزیشنی که تو زرق هستین رو به سود تبدیل کنید. خیلی متشکرم. من خیلی سریع دو تا سوال آخر از حضورتون میپرسم. یکی اینکه از این به بعد میخوام هر هفته این سوال رو از شما بپرسم. بهترین تصمیم این ماه شما چی بوده؟ بدترین تصمیم این ماه شما چی بوده به عنوان یک سرمایه‌گذار در بازار بورس؟ بهترین تصمیمم نگه داشتن گوگل بود، با توجه به اینکه یه سری فشارهای از این طرف اون طرف به هم به ما می آوردن که گوگل نمیدونم میاد پایین و فلان این حرفا، و من رو تصمیم خودم معتقد بودم، گوگل نگرش داشتم. و بدترین تصمیمم اگه خاطرتون باشه گفته بودم چند تا پوزیشن آمازون داشتم، من یکی از این پوزیشن های آمازون من خیلی بالا بود، خیلی چیزش بالا بود، مقدارش زیاد بود، و اون رو قبل از اینکه با آمازون گزارش ارائه بده، از ترس اینکه آمازون گزارشش خوب نباشه فروختم. علتش هم روانی بود، روانی به خاطر اینکه دو سال من رو آمازون منتظر مونده بودم که به قیمت بالا برسه، دو سال منتظر بودم، تا یه ذره رفت توی سود سریع فروختمش. اگر صبر می‌کردم، یعنی به معتقد بودم، من که دو سال صبر کرده بودم، دو ماه دیگه هم صبر می‌کردم، مثلا اونم میتونستم با 20 درصد سود بفروشم، سودش هم خیلی خوب بود، ولی واسه کمی فروختم. در حقیقت به برنامه خودم معتقد نموندم، من معتقد می‌خواستم تا آخر مارچ آوریل حداقل برای آمازون صبر بکنم، که این صبر نکردم، ولی سود کردم توی اون پوزیشن. یه پوزیشنم که اخیرا فروختم، در کل سود معقولی روی آمازون من داشتم بعد از دو سال. خیلی متشکرم. من آخرین سوالو خیلی سریع میپرسم، و این کامبینیشن چند تا سوالی که دوستان همین الان پرسیدن، و خواهش می‌کنم که خودتون دیگه تنظیم وقت دست خودتون باشه. یک سوالی که فراموش کرده بودم این بود که نظرتون راجع به شورت کردن طلا چیه، و بعد آخرین سوالی که دوستمون پرسیدن، درود، آیا احتمال کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال وجود داره، و در نهایت سهام پیشنهادی شما برای هفته آینده چیست؟ خب شورت کردن طلا اگر انجام میدن دوستان، خیلی خیلی پوزیشن کوچیکی هم انتخاب بکنید، خیلی خیلی پوزیشن کوچیک، اصلا تمر نکنید. طلا امکان داره یه مدت دیگه بالا بمونه، و اگر هم افت بکنه افتش زیاد نخواهد بود. این اولین بس. نیمه دوم سال نیمه دوم سال نرخ بهره بره کاهش پیدا کرد. حالا اینکه سه بار نرخ بهره کاهش میدن، یعنی که دو بار یا یه بار، اینو مطمئن نیستم، ولی مطمئنم که تو نیمه دوم سال قطعا حداقل یک بار، و شاید هم میتونم قریب به یقین دو بار نرخ بهره رو در نیمه دوم سال کاهش خواهند داد. سومیش سهام منتخب برای این هفته، من میتونم بهتون راجع به چیپاتله صحبت بکنم. چیپاتله و کاستکو رو خودم اخیرا خریدم، نظر من سهامای خیلی خوبی هستن. بله، خیلی متشکرم. من سوال دیگه ندارم. خیلی ممنون از اینکه وقتت رو در اختیار ما قرار دادی پژمان جان. مثل همیشه خیلی خوبه که این برنامه رو داریم، و واقعا هفته‌هایی که نیستیم من بچه‌ها و دوستان پیام میگیرم خیلی که آقا چی شد از این داستانا. خیلی دوست داشتم که میشد ما هر هفته بعد مدت برنامه رو 20 دقیقه نگه داریم، و اون 5 دقیقه‌شو شما در مورد یکی از حالا روش‌ها یا مفاهیم توضیحی خودتون وقت بذاریم، و یه حالت آموزشی داشته باشه. یعنی ما 20 دقیقه پاسخگوی سوالات دوستان باشیم، و 5 دقیقه هم شما در واقع در مورد موضوعی که خودتون مد نظرتون هست توضیحات شاید ساختاری بدیم، که
به نظر من میتونه مفید باشه. عرض به حضورتون که من سوال دیگه ندارم. دوستان اگر سوالات دیگری دارین در هر زمینه، چه رمز ارز چه بازار بورس، میتونین در تلگرام به فارسی بنویسین مارکت نیوبی و سوالات خودتون رو در گروه تلگرامی پژمان بپرسید. این ویدیو در آی جی تی وی رادیو پول سیو میشه و همچنین فردا در یوتیوب میتونین ببینین. امیدوارم که هفته آینده با سعادت داشته باشین و خدمت پژمان عزیز باشین. پژمان جان مطلبی هست بفرمایید، اگه نه میتونین برنامه رو ببندید. با پیشنهادتون کاملا موافقم، خیلی ممنون که همچنین پیشنهاد خوبی دارید. انشالله از برنامه آینده به این صورت عمل خواهیم کرد. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. پس روزگار به کامتون تا برنامه آینده. خدا نگهدار. سپاس. رادیو پل، پلی برای ایرانیان.